بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با درود بر همه عزیزان و مهربانان و مستمعان و حاضران و غائبان و میخواهان و مثنوی دوستان، آرزوی خوشبختی و بهروزی برای همگان دارم. بدون مقدمه وارد اصل مبحث شویم. نوبت گذشته مولانا این داستان رو برای ما آغاز کرد که صیادی لباسی و جامعه از گل و شاخه ها و برگ ها پوشیده بود برای پنهانکاری و برای صید مرغان. مرغی به طرف او رفت، ابتدا گمان برد که بیگانه است و سپس وارد گفتگو با او شد، در این حال که او رو به بیگانگی شناخت اما از او پرهیز نکرد و او رو به منزله یک دام ندانست و عاقبت هم در دام او افتاد. اما قبل از اینکه به دام او بیفتد، مولانا گفتگوی بسیار جالب و پرمغز و پرمعنایی رو بین اون صیاد و اون مرغ سامان میدهد. و چنان که قبلا دیدیم، صیاد یک چهره، یک راهب، یک زاهد، یک تارک دنیا به خود میگیرد که از همگان کناره گرفته است و در خلوتی مشغول عبادت و ریاضت و مجاهدت با نفس است. در حقیقت در اینجا مولانا میخواهد یکی از مهمترین نزاعها یا مناقشاتی که در عالم تصوف برپا بوده است رو با ما در میان بگذارد. در یک ماه یا دو ماه گذشته که کیمیای سعادت رو میخوندیم، از قضا رسیدیم به کتاب عزلت و آداب صحبت از غزالی که در اونجا ادله له و علیه کنارگیری و عزلت گزیدن و انزوا گزیدن رو بیان کرده بود. چرا و به چه دلیل بهتر است که آدمی روابط و پیوندهای خود رو با خلق ببرد و یا اینکه نبرد و در اجتماع باشد و با خلق بچوشد و بیاید و برود و مراودات داشته باشد. دلایل رو از دو طرف بیان کرد و نهایتاً هم به عهده خلقان نهاد که خودشان ببینند که مصلحت برای اونها کدام است، بدون اینکه لزوماً داوری مطلقی در این باب بکند. مولانا در اینجا همین بحث رو به صورت یک گفتگو میان اون صیاد و مرغ سامان داده است و از این طریق پاره از همون ادله‌ای که غزالی آورده است رو ذکر کرده است و در درج کلام آورده است. خب خواندیم از مولانا که بسیاری از آدمیان در حکم کودکانی هستند که در کوچه بازی میکنند، چنان گرم بازیند که وقتی شب میخوان به منزل برگردن میبینن که کلاهی، لباسی و کفشی نمانده است. همه رو دزد برده. اونها رو برای بازی در آورده بودن تا چالاکتر بازی کنن، غافل از اینکه دزدی در کمین است و جامه ها رو میدزدن. روی رفتن به خانه ندارن. این گرم بازی بودن همان غفلت است. غفلتی که آمیخته با زندگی است و اجتناب ناپذیر و جدایی ناپذیر است. همه ما گرم یک بازی هستیم. همه ما از عالم تا جاهل و نمیتوانیم مادامی که در این صورتیم و در این کسوتیم و در این جهان مادی زندگی میکنیم، نمیتوانیم از این غفلت بیرون بیاییم. و مصلحت عالم به همین غفلت است. اگر چشمان آدمیان گشوده شود و از خواب غفلت بیدار شود، نظام عالم بر هم خواهد خورد. غفلت یکی از رازهای حاکم در این عالم است، اگرچه فاش شده اما به گوشها نرسیده است. نادرند کسانی که اهل غفلت نیستند و توانستند که از غفلت بگریزند. باری در این باب سخنان نقضی مولانا برای ما گفت و اونگاه نکات دیگر رو گذاشت برای امروز که با هم بخوانیم.
کودکان گرچه که در بازی خوشند، شب کشانشان سوی خانه می کشند. شد برهنه وقت بازی طفل خورد، درد دوست از ناگه قبا و کفش برد. آنچنان گرم به بازی در فتاد، کن کلاه و پیراهن رفتش زیاد. شب شد و بازی او شد بی مدد، رو ندارد کو سوی خانه رود. نیشنیدی انما دنیا لعب، باد دادی رخت و گشتی مرتعب. پیش از آن که شب شود جامه بجو، روز را ضایع مکن در گفتگو. تا اینجا رو خوانده بودیم، اکنون ابیات تازه. صیاد به صدا در آمد و در جواب مرغ گفت: من به صحرا خلوتی بگزیدم، خلق را من دزد جامه دیدم. نیم عمر از آرزوی دلستان، نیم عمر از قصه های دشمنان. جبه را برد آن، کله را این ببرد، غرق بازی گشته ما چون طفل خورد. نک شبانگاه اجل نزدیک شد، خل هاذ اللعب بسک لا تعد. گفت: من خلق رو دزد جامه دیدم، مردم همه در کمینن که چیزی از من بدزدن. این یکی کلاه منو میبره، اون یکی جبه منو میبره، اون یکی کفش منو میبره. حالا به طریق واقعی تر، این یکی وقت من رو میبره، اون یکی پول من رو میبره، اون یکی مغز من رو میخوره و همچنین و همچنین چیزی برای من باقی نمیگذاره. وقتی که شب شد، یعنی که روز عمر به شبانگاه رسید، به غروب رسید، در اون موقع به تهیدستی خود اذعان میکنم و دریغ میخورم از این تهیدستی و نمیتوانم اون رو چاره کنم. تمام عمر در گرما گرم بازی رفته است. یکی از سروی ها، تحقیق هایی که در آمریکا کرده بودند و من میخواندم، با تعداد زیادی از کسانی که مشرف به موت بودند، نزدیک به مرگ بودند، گفتگو کرده بودند و از اونها پرسیده بودند که احوالتون اکنون چیست، احساستون چیست. بیشتر اونها گفته بودند که اگر ما میدانستیم که زندگی این است و مرگ این چنین در میرسد، هرگز اینقدر جوش نمیزد. بسیاری از این دعواها، بسیاری از این تندیها، بسیاری از این غفلتها به دلیل این است که آدمی پایان حیات رو نمیبیند و فکر میکند که این بازی همچنان تا ابد به طور جاودان ادامه دارد، در حالی که به سرعت و به زودی زنگ پایان رو میزنند و دقیقه 90 میرسد و باید بازی رو ترک کرد. حالا چگونه آدم وقتش سپری میشه، انرژی و عمرش میگذرد؟ نیم عمر از آرزوی دلستان، نیم عمر از قصه های دشمنان. عین این موضوع رو مولوی تو دفتر اول هم گفت. وقتی که میخواست داستان طوطی و بازرگان رو شروع کند، دو سه بیت بر سبیل مقدمه به مناسبت بیان کرد تا داستان رو بیاورد. گفت که هر که داد و حسن خود را بر مزاد، صد بلای سوء بر وی رو نهاد. دوستان دشمنان او را از حسد او را می‌درند، دوستان هم روزگارش می‌برند. دشمنان آدمی رو پاره پاره می‌کنند، دوستان هم روزگارش می‌برند، وقتی براش باقی نمی‌گذارند. مثل مگسان دور شیرینی گرد او جمع می‌شوند، از شیرینی او می‌خورند. بعد چون که خلاصه اونها رفتن، تا زمانی که ده خراب شود، کیسه چون کاسه رباب شود. ترک یاری کنند و دلداری، دوستی خود نبود پندار. بویی که دوستی نیست و فراموش میکنند. نیم عمر از آرزوی دلستان، دلستان یعنی اونهایی که دل رو میبرند، روزگار رو میبرند، یا چیزهایی که آدمی رو به خود مشغول می کنند. نیم عمرمون در این راه به هدر می رود و نیم عمر از قصه های دشمن. جبه را برد آن، کله را این ببرد، غرق بازی گشته ما چون طفل خورد. در جای دیگری هم مولانا در همون دفتر اول میگه: خلق اطفالند، جز مست خدا نیست بالغ، جز رهیده از هوا. بیشتر مردم در حکم کودکانند، یعنی در تشخیص نیک و بد خود در ماندن، مگر مرد خدا که بالغ است، به بلوغ روحی و عقلی رسیده است. نک شبانگاه اجل نزدیک شد، خل هاذ اللعب بسک
لا تعد. خل به عربی یعنی فرو بگذار، این بازی رو فرو بگذار. خل هذا اللعب، بسک یعنی بس است. اینا عربی است، عربا همون بسی که ما میگیم اونها هم به کار میبرن. گاهی معنای بس یعنی کافی است، گاهی هم به معنای فقط. خلاصه بسک لا تعود. لا تعود یعنی بر نگرد، یعنی دوباره وارد این بازی مشو. کافی است بازی کردن، کافی است آدم بداند که مشغول بازی است تا اینکه از غفلت در بازی بودن بیرون بیاید. همیشه این نگاه درجه دوم، همیشه این مایندفولنس، همین یکی از بهترین راه‌های خروج از بازی و تفوق بر بازی و دریدن پرده غفلت است. معمولا آسان نیست، اما این نگاه درجه دو و از ارتفاع در کاری که می‌کنیم نظر کردن و دیدگاه بیرونی نسبت به بازی داشتن نهایت اهمیت رو دارد و در واقع چنان که گفتم دروازه خروج از غفلت است. آدمی به زندگی از بیرون نگاه بکنه، یه وقت کسی غرق زندگی است، یه کسی تماشاگر زندگی است. جمع بین مقام بازیگری و تماشاگری همیشه آسان نیست. اگر آسان بود که نظام غفلت در این عالم برپا نبود، اما میتوان به مدد و به یاوری بزرگانی که در این زمینه تذکرات نیکو میدهند و اصلا ما رو واقف میکنند که چنین غفلتی حقیقت دارد، تحقق دارد، میتوان به مدد اونها پاره از این پرده غفلت رو درید. گرچه این پرده ها هم تو در تو هن. یعنی اینکه از یک غفلت بیرون میای وارد یک غفلت دیگری میشوید و همچنین چنین نیست که این غفلت ها به طور کامل زدوده شوند مگر وقتی که ما زندگی دیگری رو در جهان دیگر آغاز کنیم. این سوار توبه شو در دوست رس، جامه ها از دوست بستان باز پس. اون دوستی که جامه های تو رو میبره، روزگار تو رو میبره و از قصه تو رو میدرد و دشمن سرمایه های توست، با توبه میتونی او رو بازیابی. و بعد هم میگوید مرکب توبه عجایب مرکب است، در فلک تازد به یک لحظه زپس. این از مشخصات آدمی است که میتواند توبه کند، یعنی میتواند علیه خود اسیان کند. جانور دیگری چنین نمی کند و چنین نمیتواند بکند. به اصطلاح پاره از فیلسوفان، توبه یک فعل درجه دو است، یعنی فعلی است ناظر به فعل دیگری از آدمی و این نشانه بلوغ است. در افعال درجه اول بوتور بودن هم غفلت است و هم حیوانیت است، اما فعل درجه دوم یعنی کاری کردن ناظر به کار دیگر، این هم بی خروج از غفلت است و هم علامت بلوغ و خروج از حیوانیت و خروج از طفولیت است. توبه یکی از آنهاست، فعلی است ناظر به افعال دیگر. عصیان چنین چیزی است، یعنی شما کاری کردید، حالا برمیگردید کار رو ملاحظه مجدد میکنید و نسبت به او کار دیگری انجام میدید که نامش ندامت است، نامش توبه است، نامش عصیان علیه خویشتن است، نامش شرمندگی است. همه این چیزهایی که در حیوانات وجود ندارد، نه مقاومت هست، نه عصیان هست، نه توبه هست، نه شرم هست، برای اینکه اینا همه افعال درجه دوم است و افعال درجه دوم خاص مقام انسانیت است. اینکه مولانا میگه مرکب توبه عجایب مرکب است، یک مرکب عجیبی است. این عجیب بودنش برای این است که در عالم حیوانی یافت نمیشود مگر در آدمیان، و خاصیتی هم داره که اون خاصیت هم بسیار عجیب است و اون خاصیت این است که بدی ها رو تبدیل به نیکی میکنه. به تعبیر دیگر شما هرچی بیشتر بدی کرده باشید و موفق به توبه بشید، همه اون بدی ها تبدیل به نیکی میشن، یعنی شما برنده میشید، دستتون پرتر میشه. بعد پیش خودتون میگید ای کاش بیشتر بدی کرده بودم تا در اثر توبه پولدارتر بشم. درست مثل اینکه یک سنگ کیمیا به دست شما بدهند و بگوین که تمام این زباله ها رو شما میتونید طلا بکنید، وقت شما میگید ای کاش بیشتر زباله داشتم تا بیشتر طلا پیدا میکردم.
ان الحسنات یذهبن السیئات. و باز مثل همون که مولانا گفتش که کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. آدم کامل رمز کمالش، علامت کمالش این است که خاک رو به او میدهی طلا میکنه. آدم ناقص کسی است که طلا رو به او میدی خاک میکند، پاک رو به او میدی نجس میکند. و اون دیگری عکس این است. توبه یک چنین صفتی، چنین خاصیتی و چنین قوتی دارد که بدیها رو یک مرتبه مثل خاک تبدیل به طلا میکند و هر که خاکش بیشتر طلای او هم بیشتر. مرکب توبه عجایب مرکب است، بر فلک تازد به یک لحظه ز پست. از پستی و از این مقام فرودین به یک لحظه شما رو به آسمان میبرد. یعنی اصلا مثل این که زمان رو در مینوردد، با سرعت نور شما رو به بالا میرساند. یک چنین ارتقایی به روح آدمی میده. برای اینکه توبه در واقع تولد تازه است، تولد تازه است، یعنی آدمی از نو متولد می شود، یک علم دیگر می شه. مثلا قیاس زمین با آسمان هم در اینجا شاید قیاس تام و تمامی نباشد. ولی مرکب را نگه می دار از آن کو بدزدید آن قبایت را نهان، تا ندزدد مرکبت را نیز هم، پاس دار این مرکبت را دم بدم. ولی اون دزدی که در کمین، او اتفاقا میخواد مرکب توبه رو هم بدزده، داره که به راحتی تو سوار این مرکب بشی، یعنی موفق بشی به این کار. واقعا هم همینطوره. او که میدزده، این دزدیدن یعنی چی؟ مکانیزمی داره. اون دزدیدن این استش که باعث میشه یه قفلت شما چنان سر شده، چنان سنگین شده، یا به تعبیر دیگه گناهان شما چنان شود، چنان حجیم شود که شما اصلا جرأت اعتراف به گناه را نداشته باشید و لذا دیگه توبه هم نکنید. توبه اولین قدم، بلکه اصلا اساس توبه اعتراف به این است که خطایی کرد. اما این خطاها رو باید در حدود کوچکی، در حدود قابل تحملی نگه دارید. اگر خطا بسیار بزرگ باشه، آدمی نمیتواند، ظرفیت خیلی عظیمی میخواد که خودش رو حاضر کنه که بگه بله من این گناه رو کردم. معمولا در پیش خود، حالا ما به دیگران کار نداریم که محاکمه میکنن یا نه، در پیش خود توجیه میکنه، هزار بهانه میاره، هزار دلیل تراشی میکنه که بگه من نبودم، واقعا من نکردم، اینجوری شد و اونچنان شد و بر حال یه چیزی از دست من باقی نمید. ولی در مرکبی رو که می دزدد اون دزد، قصه این چنین است. خب بله، ما یک کمی این داستانمون بله بسیار بسیار بله. نه الان پیدا کردم این کتاب رو، الان من ندارم، مجبورم که از روی من میتونم بذارم شما ببینید. نه الان درسته، نه ناراحت نباشید، نرسیدیم. گاهی انگشت من میخوره و چیزی کن. بله، تا ندزدد مرکبت را نیز هم، پاس داری مرکبت را دم بدم. این رو مولانا گفت تا یه قصه قشنگی برای ما بگه، یه کمی حال ما خوش بشه از این اسف و دریقی که به ما دست داده، هم از غفلت، هم از بیتوبگی، هم از تسلیم در مقابل خطاها شدن، هم از بار سنگین گناهان، هم از این کودکی و مال بردگی و سود و سرمایه از دست دادن، از افسوس اونها به در آمدن. قصه قشنگی رو میگه، البته قصه مفصل تر از اینه، شکل سادش رو مولانا در اینجا میگوید. حکایت اون شخص که دزدان قوچ او را بدزدیدند و بران قناعت نکردند، به حیله جامه هایش ها دزدیدند. اون یکی قوچ داشت، از پس میکشید، دزد قوچ را برد و حبلش را برید. قبل یعنی تناب، با تناب
حبل همون کلمه کابله که اینجا به کار میبرن، همون از عربی گرفتن. اون تناب رو برید، با تنابی برشتهی داشتیم، بچ رو میکشید و میبرد، یک کسی از پس آمد و یواشکی تناب رو برید و بز رو برداشت و قچ رو برداشت با خودش بود. چون که آگه شد، دوان شد چپ و راست، تا بیابد کن قچ برده کجاست. بر سر چاهی بدیدن دزد را، که فغان میکرد کی واویلت. این جناب دزد به این قوچ هم راضی نبود. گفت تا من همه جامه های این را هم و کیسه های او رو ندزدم و جیب او رو خالی نکنم دست بردارم. رفت و پیشا پیش در راه که چاهی بود سر چاه نشست. حالا لابد قوچ رو یه جا قایم کرده بود این و فغان میکرد. این صاحب قوچ رسید، گفت نالان از چه ای اوستاد؟ گفت همیان زرم در چه فتاد. گفت انبان پول من در این چاه افتاد. گر توانی در روی بیرون کشی، خمس بدهم مر تو را با دلخوشی. گفت اگه بر من بیاری یک پنجمشو به تو میدم. هست در همیان من 500 درم، گر کنی با من چنین لطف و کرم، خمس 100 دینار بستانی به دست. گفت خود این بهای 10 قوچ است. این اون شخص ابله بود که بینم که خوبه. گر دری بربسته شد 10 در گشاد، گر قوچی شد حق عوض اشتر بداد. جامه ها برکند من در چاه رفت، جامه ها را برد هم اون دوست تفت. حازمی، حازم یعنی شخص با حزم و دوراندیش، حازمی باید که ره تا ده برد، حزم نبود پم تا اون آورد. دوراندیشی اگر نباشد طمع تا اون می آورد، آفت می زند. او یکی دزد است، یعنی آن دزد یا طمع فرق نمی کند، دزد است فتنه سیرتی. چون خیال او را به هر دم صورتی، کس نداند مکر او الا خدا، در خدا بگریز و واره زان دغا. دغا یعنی دغل، از آن دزد نامرد دغلباز بگریز در سایه عنایت حق. ادامه داستان، مناظره مرغ با صیاد در ترحب و در معنی ترحبی که مصطفی علیه السلام نهی کرد از آن امت خود را، که لا رحمانیت فی الاسلام. ترحب یعنی جامعه رحمانیت پوشیدن و راهب یعنی کسی که کنار از خلق میگیره و صاحب مسکن، صاحب همسر، صاحب کسب شغل نیست، از همه اینها احتراز میکنه، از تمام اونچه که مردم دنیا با اون مشغولند یا غافلند کنار گیری میکنه و در غاری، در گوشه انزوایی و خلوتی به سر میبرد و تمام وقت رو در مجاهده با نفس سپری میکند تا نفس او یک شعله هیولانی و نورانی برکشد و او رو به عالم قدس و ملکوت راهبری کند. خب مشهور است از پیامبر اسلام که فرمودند که لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام راهبی نداریم، راه صفتی نداریم و تشویق نکردند که کسانی برن و چنین پیشه‌ای از خلق بگیرن و در غار و در بیابان و در جاهای خلوت به سر آورن، ازدواج نکنن، کار و پیشه نداشته باشن. نه، این چیزها نبود. مخصوصا اسلامی که با جهاد و با جمعه و با جماعت همراه بود، همه اینها اقتضا میکرد که مسلمانان به اجتماع رو بیاورند و تنها عمر رو نگذرانند. این مسئله خب محل مناقشه بود میان صوفیان، چون بسیاری از صوفیان هم همین پیشه رو داشتن، تقریبا اجتماع رو ترک می‌کردند و در خلوتی به سر می‌بردند و از خلق می‌گریختند به سبب اینکه می‌گفتند که در اجتماع وقتی که وارد بشویم دروغ هست، غیبت هست، جفای خلق هست، ریاکاری هست، حرامخواری هست. بسیاری از آفاتی که در جامعه است اینها رو برمی‌شمردن، از آنی همینها رو برمی‌شمردن. می‌گفتن وقتی که ما دور باشیم
باشیم از خلق، هیچ کدوم از این آفتها دامن ما رو نمیگیرن، پاک و تا سالم باقی میمانیم. در مقابل اونها کسانی بودن که بله چنین آفاتی هست و باید از اونها به حد امکان و استطاعت احتراز کرد، اما فواید بسیار هم در بودن با خلق هست، نیکی رساندن به خلق، کمک کردن، عیادت بیمار کردن، به جمعه و جماعت رفتن، در جهاد شرکت کردن، ازدواج کردن، پول در آوردن، با پول به دیگران رسیدگی کردن و بسیاری نیکی های دیگری که در زندگی اجتماعی هست، از اینها نباید گریخت. این چنین بود که این نزاع داغ بود میان صوفیان و از دو طرف دلیل می رفت و دلیل می آوردند و هر یکی هم البته شیوهی رو در پیش می گرفتند. راهب یعنی ترسا، اصلا کلمه مسیحی در گذشته ما کمتر کار می رفت، به مسیحیان می گفتن ترسایان. ترسا ترجمه کلمه راهب بود، رهبت یعنی ترس. در قرآن هم داریم که خداوند رو با ترس و شوق بخوانیم، یعنی از یه طرف به امید دارید، از یه طرف هم احتشام خداوندی شما رو واجد هیبتی می کند. هر دوتای اینها نیکوست و هر دوتا مطلوب است. خب راهب یعنی و راهبانیت یعنی همون پیشه راهبان. یک آیه در قرآن هست در سوره حدید، آیه 27 سوره حدید، که اتفاقا معنای یعنی به لحاظ لفظی پیچیدگی دارد که مترجمان و مفسران رو هم به دشواری افکنده است. در آنجا میگوید قفینا علی آثارهم، به عیسی ابن مریم پیامبران رو برمی شمارد و میگوید که به دنبال اونها عیسی رو آوردیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفة و رحمه، در دل پیروان عیسی رأفت و رحمت قرار دادیم، یعنی دین او دین محبت بود، لاو بود همونطور که امروزه میگن، و خدا رو به صورت یک محبوب میشناختن، God is love. و چنین صفتی در پیروان عیسی هم از طریق خود اون بزرگوار سرایت کرد که خوی شاهان در رعیت جا کند. بعد میگوید که و رهبانیت ابتدعوها، این پیروان عیسی، نه خود عیسی، اختراع کردن رهبانیت رو. ما کتبناها علیه، ما رهبانیت رو بر آنها ننوشته بودیم، واجب نکرده بودیم. این ابتداع یعنی بدعت آنها بود، اختراع آنها بود، اما اختراع نیکی بود. ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، اون اختراع رو و اون بدعت رو به خاطر رضایت الهی پدید آوردند و انجام دادند، یعنی نیت سویی نداشتند، انگیزه بدی نداشتند، قصدشون لاجرم کسب رضایت خدا بود. اما اشکالی که شد این بود که فما رعوها حق رعایتها، اونچنان که باید آداب این روحانیت رو و حدود و حقوق او رو به جا نیاوردن. یعنی گویا که از نظر خداوند باید این روحانیت واجد ضوابطی بود، باید به افراط کشیده نمی شد، چنان که بعدها نوشتن در تاریخ که پاره از این راهبان حتی از شستن بدن خودشون هم دریغ می کردن و می گفتن که وقتی که رها می کنیم عالم رو، بدنمون رو هم باید رها کنیم، به بدن هم نباید برسیم. اینکه بشوییم، موهای خودمون رو کوتاه کنیم، ناخون بگیریم، نمیدونم عطر به بدن بزنیم و یا حتی بیماری هامون رو درمان کنیم، مثلا مطلقا اینها رو هم رها کرده بودن. بعضیا واقعا بر اثر همین شدت ریاضت ها میمردن و از میان میرفتن. فما رأوها حق رعایتها، در احوال بعضی از راهبان نوشتند که کسانی که خوب میخواستن به زیارت اونها برن، چون قدیسین شمرده میشدن، از فاصله دور میرفتن، برای اینکه چنان بوی بد از صومعه اینها میامد
که نمیتونستن مردم یا زائران به اونها نزدیک بشن. حالا شما اینو مقایسه کنید البته با آدابی که در یهودیت هست، در اسلام هست، که شستشو در مواردی 100% واجبه، مخصوصا وقتی شما خودتون رو آماده عبادت میکنید. به هر حال افراطی در این زمینه صورت گرفت. فما رعوها حق رعایتها، این روحانیت خب البته از نظر اسلام ممنوع بود، گرچه که از ابتدا اونچنان که قرآن میگوید با نیت نیکوی ایجاد شده بود یا اختراع شده بود. مرغ گفتش خواجه در خلوت مایست، دین احمد را ترحب نیک نیست. از ترحب نهی کردستان رسول، بدعتی چون در گرفتی ای فضول. ما در فارسی میگیم فضول، فضول درست نیست، فضول درسته، یعنی هم آدم فضول. جمعه شرط است و جماعت در نماز، امر معروف و ز منکر احتراز. خب ببینید وقتی که حکم امر معروف و نهی از منکر داریم، خب این حکم اجتماعی دیگه، یعنی دیگران رو راهنمایی کنید، راه درست رو نشونشون بدید، اگر خطا میکنن راه کج میروند اونها رو باز دارید. رنج بدخویان کشیدن زیر صبر، منفعت دادن به خلقان همچو ابر، این هم باز فواید اجتماعی زیستن است. اصلا تحمل جفای خلق موجب طهارت نفس آدمی می شود. اینکه شما جفا ببینید و دم بر نیاورید. من البته در این باب اصلا و خصوصا در درس های بوستان توضیح دادم که تحمل جفای خلق جفا از زیر دستان است. جفا از زبر دستان رو تحمل نباید کرد، چون در اون صورت می شود ظلم پذیری، ستم پذیری که 100% مذموم است و رذیلت است و به هیچ وجه یک فضیلت اخلاقی نیست. این هم یکی از اون تعالیمی است که ما در صوفیه داریم و گاهی غلط به غلط تعیین مصداق شده است. یعنی فکر کردن هر جفایی رو باید تحمل کرد. بله، جفاهایی رو که از خلق میرسد، یعنی جفاهای خرد، جفاهایی که از کسانی که همردیف هستن یا زیر دست هستن. مثلا شاگردی به معلمش وقتی دهانتی میکنه یا همکاری با همکارش، تا اونجایی که میتوان گذشت کرد باید گذشت کرد، بلکه این جفاها رو باید یک نوع به هر حال شیوه ای دانست، کیسه ای دانست که به تن کشیده میشود برای پاک کردن چرکاش. اما وقتی که از زبردست میرسه، نه، اون به هیچ وجه قابل تحمل نیست و در اونجا باید مقاومت و اسیان کرد. خب یکیش همین رنج بدخویان کشیدن زیر صبر، منفعت دادن به خلقان همچو ابر، مثل ابری که باران میبارد و فایده به خلق میرساند، این هم از فواید زیستن در اجتماع است. نیکخواهی و نیکوکاری. خیر ناس ان ینفع الناس ای پدر، گر نه سنگی چه حریفی با مادر. اینم روایتی است از پیامبر منقول است که فرمودند که خیر الناس انفعهم للناس، یا الخلق و عیال الله و خیرهم یا اقربهم الیه انفعهم لعیاله. همه مردم خانواده خداوند هم. کسی به خدا نزدیکتر است که برای خانواده خداوند سرپرستی بهتر میکند، به اونها سود بیشتر میرساند. بهترین مردم اون کسی است که به مردم نفع بیشتر میرساند. خب به نفع به مردم رساندن که در خلوت میسر نیست، باید در اجتماع باشه. خیر ناس ان ینفع الناس ای پدر، گر نه سنگی چه حریفی با مدر. مدر یعنی کلوخ. اگه سنگ نیستی چرا مثل سنگی؟ یعنی چرا رفتی گوشه نشیزی مثل سنگ؟ نمی جنبی، حرکت نمی کنی. در میان امت مرحوم باش، سنت احمد مهل، محکوم باش. امت مرحومه، این که امت اسلام امت مرحومه نامیده می شون، یعنی امتی که مشمول رحمت الهی قرار میگیره، یکی از بحث‌های کلامی خیلی جالبه که اینکه امت مرحومه کیست. لوتر یه بحث مهمی داره در این باب که اونایی که جستیفایدن، یعنی در نزد خداوند نگاه رحیمانه به اونها میشود، علی ای حال در مورد مسلمانان گفته شده است که امت مرحومه، سنت احمد مهل، محکوم باش. محکوم در اینجا یعنی محکوم حکم الهی. ما امروزه در فارسی وقتی که میگیم ما فلان کار رو محکوم میکنیم، فلان
سیاست رو محکوم و اینم یکی از کلمات خیلی عجیب و نادرستی است که ما به کار میبریم. محکوم آخه اصلا همیشه یعنی ما حکم میکنیم در باره چیزی. و من سیاست فلان کشور رو محکوم میکنم یعنی چی؟ یعنی دربارش حکم میکنم. حکم کردن یا حکم به بدی است یا حکم به خوبی است. به خودی خود محکوم کردن توش بدی نخورد نرد. در واقع مفهوم تقبیه، میگن ما فلان کار رو تقبیه میکنیم، یعنی حکم به قبحش میکنیم. این ترجمه کاندمنیشن دیگه. کاندمنیشن کانش رو بذارید کنار که پیشاوند دمنیشن که همون دم باشه که همون به معنای لعنت کردن و دیمونیزیشن یعنی اهریمنی دانستن یعنی بد دانستن، این میشود کاندمنیشن. عربان ادانه میگن بهش. باری ما تو فارسی میگیم محکوم و ازش هم معنای بد اراده میکنیم که هرچی معنایی نمیده. لغتا محکوم یعنی چیزی که حکمی بر او جاری شده است، ولی معین نمیکنیم که حکم بده یا حکم خوبه. در میان امت مرحوم باش، سنت احمد مهل محکوم باش. در جوابش گفت سیاد عیار، نیست مطلق این که گفتی هوش دار. هست تنهایی به از یاران بد، نیک با بد چون نشیند بد شود. دلیل دیگر حالا در مقابل دلیل اجتماع گرایی، این دلیل خلوت گزینی و خلوت گرایی است. این چیه؟ بله در اجتماع هم صد آفت هست. آدم های بد هستن، روح خبیثشون، نفس های ناپاکشون روح آدمی رو تیره می کند و وجود آدمی رو ناپاک می کند. از اینها باید گریخت. نیک با بد چون نشیند بد شود. گفت عقل هر کرا نبد رسوخ، پیش او عاقل پیش عاقل او چو سنگست و کلوخ. چون همار است آن که نان شمیت است، صحبت او عین رهبانیت است. هوش او سوی علف باشد، چو خر بگذر از وی تا نمانی بیهوند. این حالا از سخنان جالب مولاناست. میگوید که بله ما میگیم که با دیگران باید نشست و برخاست کرد، ولی نه با هر کسی. کسی که نان امنیت اوست، یعنی فقط شکم نهایت خواسته اوست. امنیه یعنی آرزو. کسی که شکم نهایت خواسته اوست، این خر است، این حمار است. با این حمار نشست و برخاست کردن عین رهبانیت است. آخه وقتی که گفتن رهبانیت نکنید، یعنی با نیکان بنشینید. اگر شما برید با حیوانات بنشینید، خودش دوباره رهبانیت. چون همار است اون که نانش امنیت است، صحبت او عین رهبانیت است. هوش او سوی علف باشد، چو خر بگذر از وی تا نمانی بی‌هنر. زان که غیر حق همه گردد رفات، کل آت بعد حین فهو آت. هر چه جزء اون وجه باشد هالک است، ملک و مالک عکس آن یک مالک است. چون که غیر حق همه نیستن، یعنی در واقع تئوری خلوت گزینی که ما با خدا می نشینیم، هم نشین و مصاحب خداوندیم. غیر خدا اصلا نیست، ما نمی بینیم اون رو، ما اون رو محو و معدوم محسوب می کنیم. زان که غیر حق همه گردد رفات، رفات یعنی پوسیده، فرسوده و فرو ریخته. زان که غیر حق همه گردد رفات، کل آتن بعد حینن فهو آت. این دلیلشه، میگه هر چی که بعدن میاد گویی که آمده است، بالاخره خواهد آمد. یعنی نه اینکه هر چیزی نهایتا پوسیده خواهد شد، ما از همین امروز میگیریمش که پوسیده است. اون چه که باید بیاد خواهد آمد و صفت شیء است، نه اینکه این شیء پوسیدنی و فرسودنی است، بلکه از همین حالا پوسیده و فرسوده است. لذا هالکن همه چیز، یعنی هلاکن. از همین اکنون همه چیز در قیاس با حضرت حق مرده است و هلاک است. هر چه جز اون وجه باشد هالک است. آیه قرآن است دیگه، کل شیء هالکن الا وجهه. همه چیز در معرض هلاکت و نابودی است مگر وجه خدا. وجه خدا یعنی از اون جهت که به خدا متوجه است.
اشیا به خودی خود نابودن مگر در نسبت با خداوند وقت موجودن. ملک و مالک عکس اون یک مالک است. اگر در این جهان ملکی و مالکی و مالکیت میبینی سال مالکیت است. یعنی اینا مالکیت واقعی نیستن، اعتباری هن، مجازی هن، غیر حقیقی هن. عکس و سایه اون مالکیت واقعی هستن که در اختیار خداوند است. گرچه سایه عکس شخص است ای پسر، هیچ از سایه نتوانی خورد. درسته که سایه مثل شخص است و عکس شخص، ولی سایه که خاصیتی نداره، باید از سایه عبور کنیم. هین ز سایه شخص را می کن طلب، در مسبب رو گذر کن از سبب. یار جسمانی بود رویش به مرگ، صحبتش شوم است باید کرد ترک. حکم او هم حکم قبله او بود، مرده اش خان چون که مرده جو بود. یار جسمانی یعنی همین آدمی ها، کسی که خلوت گزینی میکنه میخواد با ملائکه هم نشین بشه، با قدسیان، با ملکوتیان که نامیرا هستن، فانی شونده نیستن، یا با خداوند. اما این فانی شوندگان، این میرندگان، اینها در خور مصاحبت و مجالست نیستند. یار جسمانی بود رویش به مرگ، صحبتش شوم است باید کرد ترک. حکم او هم حکم قبله او بود. حکم یار جسمانی حکم قبله او. کسی قبله او نان است، قبله او شکم است، طمع است و ثروت است و امثال اینها. مرده اش خان چون که مرده جو بود. هر که با این قوم باشد راهب است، که کلوخ و سنگ او را صاحب است. این موجودات مثل کلوخ و سنگ هست، اصلا آدم نیستن. و با اینها صحبت کردن این اجتماعی زیستن نیست، این میان کلوخ و سنگ زیستن است، این عین روحانیت است. خود کلوخ و سنگ کس را ره نزد، این کلوخان صد هزار آفت است. باز میون کلوخ و سنگ زندگی کردن بهتر است، در غار بودن بهتره، چون کلوخ و سنگ به کسی آسیبی نمیزنن. اما این آدمایی که سنگ صفتن، کلوخ صفتن، بی خاصیتن، قبلشون مرده است، خودشون هم مردن، اینا تازه زیان هم میزنن، هزار آفت از اینها میرسن. خب اینا استدلالات این جناب دروغگو و راهب نما بود که ادعای خلوت گزینی میکرد، اما در واقع دامی گسترده بود که پس از این گفتگوها بالاخره چجوری این مرغ رو به دام میاندازد. گفت مرغش پس جهاد و نگه بود، که چنین رهزن میان ره بود. حالا اینجا جناب مرغ اصلا اتخاذ سند کرد، از حرف خود جناب صیاد دروغگو یک دلیلی گرفت. و ببین خودت الان گفتی که در میان اجتماع چقدر بدکاران هستن، چقدر مردخویان و کلوخ صفتان هستن، راهزنان هستن که به آدمی آفت میرسونن. اتفاقا دقیقا حکم جهاد برای همینجا آمده، حکم اجتماعی جهاد، که بیاید و با این بدان مبارزه کنید، اینها رو از میان بردارید تا جاده هدایت پاک و پاکیزه شود و کسانی که پا در این راه میگذارن بی آفت و بی آسیب بتوانند به مقصد برسند. گفت مرغش پس جهاد اونگه بود، که چنین رهزن میان ره بود. از برای حفظ و یاری و نبرد، بر ره ناآمن آید شیرمرد. شیرمردان، دلیران، برای اینکه راه رو امن کنن وارد راه میشن، یعنی باید بیان. و اصلا جهاد برای همین تشریع شده است. مولانا چند جای دیگه هم در این باب سخن گفته که حالا اتفاقا اونا هم شنیدنیست، ولی به هر حال در اینجا میبینید که بحث جهاد میکنه و بعدش وقت راجع به دین اسلام هم نکته میگه. عرق مردی آنگهی پیدا شود، که مسافر همراه اعدا شود. وقتی که شما در حال سفرید و راهزنان و اعدا به شما حمله میکنن، اونجاست که عرق مردی پیدا میشه و خوب و انگیزه مبارزه و مقاومت و جنگیدن در آدمی پا میگیره و زنده میشه. بعد مولانا اشاره میکند به یک موضوع خیلی کنتروورسی که در گذشته البته هیچ
محل شبهه نبوده، محل نزاع نبوده، کاملا مقبولیت داشته. اما در روزگار ما که اندیشه لیبرالی و مکتب لیبرالی فعلا حاکم شده است، این سخنان قدری نامقبول و ناخوشایند می نماید. اما خب می بینید که مولانا به راحتی این رو می آورد و از آن دفاع می کند به منزله یک اصل مسلم. چون نبی سیف بود استان رسول، امت او سفترانند و فهول. مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. اینکه پیامبر اسلام سیف بود، یعنی پیامبر شمشیر به دست، این مقتضا و دلول بسیاری از روایاتی است که از خود پیامبر علیه السلام رسیده است که من پیامبری هستم که با شمشیر مبعوث شدم و مأمورم که بجنگم تا مردم بگوین لا اله الا الله، یعنی مسلمان شدن، یعنی تسلیم شدن. در اون وقت است که خون اونها و جانشون و مالشون محفوظ خواهد بود، در غیر این صورت مباه خواهد. خب قبلا هم برای شما گفتم، در درس های دین و قدرت هم من به تفصیل این مطلب رو آوردم که حتی پاره از بزرگان اهل سنت مثل سیوطی اصلا این روایات رو متواتر خواندن، نه اینکه مستفیض، نه اینکه خبر واحد، یعنی از کثرت نقل اینها به تواتر رسیده است. که ابن خلدون هم میگوید که در میان پیامبران، پیامبر اسلام تنها پیامبری بود که اجازه داشت، بلکه مأموریت داشت که با شمشیر دین خودش رو بگسترد و بست بده. خب این نکته مهمی است البته برای روزگار ما. مولانا خیلی صریح میگه چون نبی و سیف بود است آن رسول، امت او سفترانند و فهول. فهول یعنی دلیران، فهل. فهل در اصل شطور نر، ولی ضمناً به مرد و جوان مرد و مرد جنگی هم گفته میشوند. امت او سفترانند، یعنی صفوف دشمنان رو میدرند و میشکنند و فهولند. مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. این رو مولانا به مصلحت نسبت میده، میگه خداوند، یعنی اصلا دقیقاً اینجا ده حکم شریعت ها رو هم معین میکنه، میگه ببین شرایع پیامبران متفاوت بود، گرچه اصول دینشون یکی بوده، یعنی مسیح هم به خدا دعوت میکرد، به معاد دعوت میکرد، به اخلاق حسنه دعوت میکرد، همه اینها، اما شریعتشون که همون احکام عملی ظاهریشون باشه در یه جاهایی متفاوته و گاه بسیار متفاوته. یکیش مسئله جنگ و جهاد. میگوید که در دین عیسی مصلحت غار و کوه بود. تازه حالا غار و کوه هم که خود قرآن به ما گفت که این هم ساخته پیروان عیسی بود. با همه این احوال نیت نیکویی داشتن. باری جنگ و شکوه نبود. ولی مصلحت در دین ما جنگ و شکوه. این مصلحت، این شریعت این چنین است و احکام دیگر اسلامی و در اونجا هم احکام دیگری. من قبلا هم گفتم، الان دیگه نمیخوام در این زمینه به تفصیل سخن بگم که به چه معنا پیامبر نبی سیف است و به چه معنا میگفت که میجنگم تا اینکه مردم لا اله الا الله بگن و تسلیم بشن، یعنی اسلام بیاورن. من به این آیه قرآن استناد میکردم و هنوزم استناد میکنم که قالت الارض آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. پاره از این عرب ها گفتن که ما ایمان آوردیم، شما ای پیامبر به اینها بگو نه، شما هنوز ایمان نیاوردید، شما بگید اسلام آوردید، چون هنوز ایمان وارد دلهای شما نشده است. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. خب اسلام آوردیم یعنی چی؟ به زبان اسلام آوردیم، به دل ایمان نداریم. خب همین که به زبان اسلامی آوردن دیگه کار تموم. این اسلام آوردن یعنی چی؟ یعنی این که تسلیم قدرت پیامبر میشن، یعنی میگفتن ما دیگه سرکشی و مقاومت و طغیان نداریم، ما رعیت شماییم، ما به قوانین مملکت شما عمل میکنیم، اونها رو مرعی میداریم، بر نمیخیزیم،
قیام مسلحانه نمی کنیم، توطئه نمی کنیم. معنیش این بود اسلام در یعنی یکی از معانیش این بود تسلیم قدرت حاکمیت شدن و علیه این حاکمیت قیام نکردن، توطئه نکردن و به اصطلاح این بود شهروند بودن. شما لازم نیست امروز در کشوری که زندگی می کنید از دل و جان قبول کرده باشید که مالیات بدید. همین که مالیات رو بدید قبوله، شما یه شهروند خوبید. حالا یه کسانی از دل و جون میدن، خیلی هم با اکراه میدن، هزار جور سفت بازی و به اصطلاح کارحیله های حقوقی هم میکنن که کمتر بدن و اینا. یا مثلا در مراعات قوانین دیگر ممکن از ته دل هم راضی نباشید، ولی بالاخره قانون کشوری است و باید اون رو رعایت بکنید. مثلا در ایران فرض کنید که خب خیلی از خانم ها حجاب رو نمیپسندند، دوست ندارند، میگویند که باید آزاد باشه پوشش یا حجاب اختیاری باشه و غیره. اما وقتی که یک کشوری میگه این قانون ماست، از رعایا، از شهروندان میخواهد که این قانون رو رعایت کنند. حالا قوانین هم فرق دارن، خرد و درشت دارن، بعضی خیلی مهمن، بعضی ها در حد یک خطای عادی هن و امثال اینها که سخن را دراز نمی کنیم. به هر حال اسلام آوردن یکی از معانیش این بود که ای پیامبر، ای حاکم این ملک، ما تسلیم توییم و اگر فرمان میدی فرمانت رو گوش می کنیم. میگی زکات بده، خب زکات میدیم. میگویی که به جنگ بروید، به جنگ میرویم. میگویید که حرامخوری نکنید، حرامخوری نمی کنیم. میگویید که مثلا زنا نکنید، زنا نمی کنیم. میگویید که فی المثل کاری که بعضی وقت میکردن مثلا چند همسری، مثلا زنان همسران زیاد داشت، ولی اینا رو دیگه ما انجام نمیدیم و خیلی خوب تسلیمیم دیگه. این میشد معنای اسلام. و پیامبر اسلام یکی از مقاصدش این بود، نه این که تنها مقصدش، مقصد اصلیش این بود که ایمان وارد دل مردم بشه. ولی اینو خودش میدونست که همه مردم زیر بار سخن او نمیرن. قرآن هم به او گفته بود که از این که همه مردم مؤمن بشن باید مایوس بشی. اولا یا اصل الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا. مؤمنان باید بدانن که اگر خدا میخواست همه رو هدایت میکرد. نمیخواد، چنین چیزی رو تقدیر نکرده، چنین چیزی در خلقت نشده است، یعنی تدبیر نشده است. برابر این است که آدمیان آزادانه اختیار کنند و پا در جاده هدن. لذا تو ای شخص پیامبر نباید عصبانی بشی یا از جا در بری یا فیلم مثلا خود رو ملامت کنی که کمکاری کردی یا بخت با تو یار نبوده. نه، اصلا اینطوری نیست، اصلا نمیشه که همه هدایت بشن. ولی یک چیز هست، پیامبر یه مرام ورده و هدفی داشت از این کار. اینطور نبود که ما نصیحت به جای خود کردیم، روزگاری داریم به سر بردیم، گر نیاید به دوش رغبت کس بر رسولان پیام باشد و بس. نه، اینطوری نبود که ما یه چیزی گفتیم ببینید دوست دارید و دوست ندارید دیگه هم کاری به کارتون. نه، اومده بود مصمم بود که یک نظم تازه ای رو با اقتدار جا بندازه. اونهایی که حقانیت دعوت او رو میپذیرفتن و معرفت دینی رو عرضه کرده بود مقبول و معقول میافتن که هول مطلوب، اونهایی هم که نمیافتن میگفت پس خواهش میکنیم که توطئه نکنید، دیگران را اذیت نکنید، از نماز خوندن و از کار نیک کردن و از عمل به احکام و شرایع کردن باز ندارید، خودتون هم سرتون موضوع پایید زندگی کنید. اگرم نمیخواید میتونید این مملکت رو بگذارید و برید. تقریبا مفاد سخنان پیامبر این بود. حکم ارتداد هم که در ابتدا بود واقعا یک حکم سنگینی بود. حالا ما نمیدونیم که واقعا، چون در قرآن که این حکم نیست که مرتد رو بکشن، واقعا پیامبر چنین چیزی رو میخواسته و تشریع کرده یا نه، به فرض هم که تشریع کرده باشه باز یک حکم سنگینی بود برای این که امنیت جامعه و تعادل جامعه و اطمینان خاطر ساکنان اون جامعه به هم نخورد و کسی در آن میان نیاید و وسوسه نکند و این طفل نوپا رو که هنوز بر پای خودش نایستاده از میان بر ندارد و دچار فلجی نکند.
اجازه بده که این طفل بزرگ بشه، به جایی برسه که بتونه از خودش دفاع کنه. وقت در اون صورت ممکن است که ما بگیم حالا شما آزادی دادید، هر چی میخواد بگید. اما مادامی که این طفل در حال طفولیت است، در حال رشد است، نوزاد است، شیرخوار است، دیگران نمیتوانند بیان و با این طفل که قدرت دفاع از خود نداره در افتن و این درخت رو از ریشه بکنن. اینا همه از باب محافظت اون نظمی بود که پیامبر مقتدرانه و مأمورانه و مکلفانه میخواست که در جامعه خود و به دنبال او در جهان جا بیندازه. حالا مسئله پیروان پیامبر است و اون حملاتی که اعراب کردند و به جاهای دیگه رفتند و در مورد اونها چه داوری های میشه کرد و اینا، البته همش محل کلام است و اینجا جای بحثش نیست، من جای دیگه در بارش بحث کردم. یه کار بشری بود، روحیه‌ای بود که پیامبر در اینها دمیده بود. به نظر من این جای تردید نداره که اینجا نمانید و نه ایستید، این آب در این برکه میگندد، باید راه به جهان آزاد باز کنید. و اینا همین که قوتی در بازوی خودم احساس کردن و انگیزه های قوی ایمانی هم که داشتن بیرون ریختن و جاهای دیگر رو تسخیر کردن. حالا در این کارها، در این میان چه اتفاقاتی افتاد؟ آیا خیراتش بر شرورش میچربید؟ شرورش بر خیراتش میچربید؟ چه میشد؟ چه نمیشد؟ دیگه داوری های مختلف در تاریخ شده است و فعلا محل کلام ما نیست. خب پس چون نبی سیف بودستان رسول، امت او سفترانند و فهول. مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی قار و کوه. امروز البته کسانی هستن که میگوین اتفاقا عیسی هم یک شورشی بود، یک زیلت بود. و یکی از هموطنان ما به نام آقای رضا اصلان یک کتابی نوشته است به نام دزیلت و یعنی شورشی یا غیور، و زندگی عیسی رو تفسیر مجدد و تازه‌ای کرده که البته بی سابقه هم نیست، ولی خب کمتر گفته شده است. و اینکه او از قضا میخواست با حکومت رومی ها در افتد و همین هم سبب قتل او شد. اگر ما قائل باشیم که اساساً عیسی به قتل رسید، بردار رفت، همه اینها مسائل محل کلام است. گفت آری، یعنی در جواب او جناب صیاد گفت بله، جهاد حق است، پیامبر ما نبی سیف بوده، باید با بدان و با بدیها جنگید، ولی شرطی داره، یار بود یاری و زور تا به قوت برزند بر شر و شد، به شرطی که توانایی و قدرتی باشه، چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لابتا آسان بجه. گفت بله، به شرطی که آدم نور داشته باشه، بتونه مقابله و بدیها بکنه. وقتی که ما ناتوانیم و نمیتونیم، بهتر از سر خود بگیریم و خودمون رو محفوظ بداریم، حالا فکر نجات دیگران نباشیم، خودمون رو نجات بدیم. بعدم اونا اشاره میکنه و استناد میکنه به این سخنی که بازم گفتن، حدیث است که الفرار من مالا یتاق من سنن المفسری، فرار کردن از چیزهایی که فوق طاقت است جزو سنت‌های پیامبران است. یعنی پیامبران همین که میدیدن در یه موقعیت قرار گرفتن که داره اساس دین و شریعتشون در باد میره و قدرت مقابله با دشمنان ندارن، جا عوض میکردن، تاکتیک عوض میکردن، یکیش هم فرار بود. حالا شما مهاجرت پیامبر اسلام رو فرار هم حساب بکنید، اشکالی نداره. وقتی که در مکه پس از اون همه رنج و تعب و زحمت و مهاجرت و موندن در شعب ابی طالب و تنگی ها و سختی ها و محرومیت ها و بایکوت شدن ها و همه اینها، دید کار پیش نمیره بالاخره و اینا تصمیم به قتلش گرفتن. خب شبانه گذاشت و از مکه بیرون رفت. الفرار و من مالا یتاق من سنن المرسلین، در فرار لا یتاق آسان بجه. گفت صدق دل به بای. حالا این جوابی که مرغ داره به اون میگه ببین، تو میگی زور نداریم، عدد نداریم، عده نداریم، عده نداریم، اینا بهانه است. تو اگر در کارت صادق باشی، یک دسته یاران صادق گرد تو جمع خواهند شد. گفت
صدق دل بباید کار را، ورنه یاران کم نیاید یار را. یار پیدا میکنی، یار شو تا یار بینی بی ادب، زان که بی یاران بمانی بی مدد. برو یار پیدا کن و بعد با پیدا کردن این یار تو یارانی پیدا میکنی و قوت پیدا میکنی برای اینکه در مبارزه با بدیها که توانی موفق بشی. خب دیو گرگ است و تو همچون یوسفی دامنه یعقوب مگذار ای صفی. گرگ اغلب آنگهی گیرا بود که از رمه شیشک به خود تنها رود. اینم نکته است اینجا، در واقع یکی از آفات خلوت نشینی است. این هم حرفایی است که مخالفان خلوت نشینی میگفتن از قضا شیطان در خلوت به آدمی نزدیکتر است. وقتی که با دیگران است، نه البته این دیگران منظور نیکان است، تنهایی شما رو لزوما از چنگال شیطان نجات نمیبخشد، بلکه گاهی چون اون ریشه های خودخواهی متمکن در ذهن و دماغ و روح آدمی است، چنان آدمی رو مغرور و متوهم میکنه که گمان میکنه که طهارت نفسی حاصل کرده. میگه دیو گرگ است و تو همچون یوسفی دامنه یعقوب مگذار ای صفی. گرگ اغلب آنگهی گیرا بود که از رمه شیشک، شیشک یعنی بره شیش ماهه، که از رمه شیشک به خود تنها رود. یک در نهج البلاغه هم در شاز من القنم که شاز من القدم، ببخشید جمله نهج البلاغه حالا درست شدن بیاد، که امیرالمومنین اونجا میگه از امت جدا نشوید، چون که شاز من القلم یعنی قنم، یعنی کسی که از رمه گوسفندان جدا شده خوراک گرگان میشه. گرگ اغلب آنگهی گیرا بود که از رمه شیشک به خود تنها رود. آن که سنت با جماعت ترک کرد، در چنین مسبع نخون خیش خرد. مسبع یعنی جای دریدن، جایی که درندگان و سباع وجود داره. میگه کسی که سنت و جماعت رو ترک میکنه خودش رو خوراک درندگان کرده. در چنین مسبع نخون خیش خرد، هست سنت ره جماعت چون رفیق، بی ره و بی یار افتی در مزیق. بعد راه سنت با جماعت به بود، اسب با اسبان یقین خوشتر رود. لیک هر گمراه را همره مدان، غافلان خفته را آگه مدان. میخوای راه راست بری، بهتر این است که همراهان داشته باشید. این خیلی حرف بود. دست کم این است که خوشتر میروید، سریعتر میروید، با اطمینان خاطر بیشتر میروید. همراهان داری، همدلان داری، این جماعت مشوق یکدیگرند. به قول غزالی تعاون قلوب می شود، اجتماع همم می شود، همت ها روی هم ریخته می شود، دل ها پیش هم قرار می گیرند. اینها تشویق متقابل می کنه یکدیگر، دائما اعتماد حاصل می کنند. این به اون نگاه می کنه، اون به این نگاه می کنه، در حالی که تنهایی آدم هر لحظه ممکنه شک بکنه که آیا راه درستی میرن؟ چرا دیگران راه رو نمیرن؟ نمیگم که اینا دلیل بر صحت طریق است، اما برای راه رو به چالاک شرط چالاکی است و او رو در راه خودش با اعتماد به نفس بیشتری روانه میکنه. میگه با همراهان باش، ولی هر گمراه را همراه مدان، غافلان خفته را آگه مدان. همرهی را جو، همرهی را جو که از او یابی مدد، همدل و همدرد و جویان احد. همرهی نکو بود خصم خرد، فرصتی جوید که جامه تو برد. بله البته در انتخاب همراهان دقت کن، می رود با تو که یابد عقبه ای که تواند کرد آنجا نحبه ای. نحبه نحب یا قارت، عقبه هم یعنی گردنه. میگه کسانی همراه تو میشن تا توی گردنه ای تو رو گیر بیارن و اونجا قارتت کنن. من اون همراهان رو نمیگم. یا بود اشتردلی چون دید ترس، گوید و بهر رجوع از راه دست. با ترسوها هم همراه نشد. این خیلی حرف مهمی، ترسو راه زن است و در هر جایی
آیه میخونه برای شما و بهانه میاره که کجا اومدیم و سخته و برگردیم و به قول مولانا درس میده برای تو. اشتردل یعنی آدم ترسو. یک یار اشتردل در جای دیگه میگوید که ای مسافر با مسافر رای زن. وقتی میخوای مسافرت کنی با کسی که او هم اهل سفره برو مشورت کن، چون کسی اهل سفر نیست میگه بیشیم پیش خودمون کجا میری، سستت میکنه. با ترسوها هم همین، اینا صفات دوستان خوبه. آدم ترسو، آدمی که شجاعت نداره، آدمی که صلابت نداره، آدمی که اهل تصمیم گیری نیست و آدمی که بصیرت نداره، روشنبینی نداره، چنین دوستانی را یادم نداشته باشه، خب راه توفیق بر او بسته است. راه توفیق بر او بسته است. در جای دیگر مولانا میگه زانی که هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته. هر کرا باشد مزاج و طبع سست می نخواهد هیچ کس را پرداخت. آدم های ناموفق، بدبخت، خرمن سوخته، اینها نمیتونن توفیق دیگران رو هم بگیرن. زانی که هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته. هر که را باشد مزاج و طبع سست می نخواهد هیچ کس را تندرست. اشتردل ترسو که جرأت حرکت و پا در راه پرخطر نهادن نداره، به اصطلاح امروز محافظه‌کار و بسیار محافظه‌کاره، این به شما درس میده، خطبه میخونه، سخنرانی میکنه برای شما که شما را قانع کنه که از راه برگرد. گوید و بهر رجوع از راه درس، یار را ترسان کند زشتر دلی، این چنین همره عدودان نولی. کسی که از اشتر دلی ترس و دل شما میندازه، این که همراه نیست، این دشمنه. راه جانبازی است در هر ریشه، ریشه یعنی بیشه، آفتی در دفع هر جان شیشه. جان شیشه یعنی شیشه جان، یعنی کسی که جان شکننده داره، در هر بیشه آفتی است برای او. راه دین هر گمرهی خود چون رود، حازمی باید که مرد ره بود. یعنی دوراندیش. راه دین زندو ور از شور و شر است، که نه هر راه، که نه راه هر مخنث گوهر است. مخنث گوهر یعنی کسی که گوهر او و جوهر او مخنث است. مخنث همون دو جنسی ها رو در قدیم میگفتن که نه مرد بودن و نه زن، و اینها رو خب واجد اوصاف حمیده نمیتونستن، میگفتن که اینها اصلا معلوم نیست کیان، هویت ندارن، نه زنن نه مردن، و بنابراین از اونها انتظار صفات نیکو نمیتوان داشت. اینا از اون حرفایی که البته امروز نمیشه زد، ولی حالا ما داریم قاموس رو و اعتقاد پیشینیان رو میگیم. راه دین زان رو پر از شور و شر است، بله ما اذعان میکنیم، مولانا میگوید یا اون مرغ میگوید، راه دین راه صعب العبور است، آسان هم نیست، به خاطر اینکه هر مخنث گوهری، هر شیشه جانی پاشو در اون نمیگذاره و نبایدم بذاره. در رهین در ره این ترس، امتحان های نفوس، همچون پرویزن به تمیز سبوس. اینجا یه فعل کم داره این شعر، ولی خب میدونیم در راه این ترس امتحان نفوس است. میگه این ترس خودش یک حکمتی داره، تا خلاصه آدم هایی گزیده پا در این راه بگذارن. ترسوها راهشون بسته است. در چند جای دیگه هم مولانا این نکته رو دارن که فیلترهایی میگذارن به اصطلاح برای اینکه اونایی که از امتحانهای نهایی رد میشن، اونا بتونن وارد اون مقصد اعلا بشن. میگه یکی از اون فیلترها به اصطلاح امروز ترس است. اونایی که نترسن و ترسو نیستن عبور میکنن و در امتحان قبول میکنن. میگه در راه این ترس، در راه دین و در راه نیکویی ها ترسیدن امتحان نفوس است، برای اینکه تمییز صورت بگیره، همچون پرویزن این قربال، اینا علک، همچو پرویزن به تمییز سبوس. سبوس همون پوست گندم و جو. میگه وقتی که ما پرویزن میگذاریم، قربال میگذاریم برای اینکه دانه رو از پوست، کاه رو از دانه جدا بکنیم، ترس یکی از اون قربال ها، یکی از اون فیلترهاست برای اینکه
نفوس شجاع و آماده بتوانند پا در راهی بگذارند که نصیب ترسویان نیست، مگر اینکه اونها هم کسب شجاعت کنند. مولانا استدلال رو تا اینجا می آورد تا بعد وقت ببینیم که دنباله قصه چیست. ولی نکته‌ای که دوست دارم اینجا بگم و بحث رو مخاطب کنیم، یک توضیح خیلی جالبی میده. میگه پا در راه گذاشتن یعنی چی؟ را چپ و پر نشان پایها، یار چپ و نردبان راه. راه اون راهی است که تردد است، یعنی زیاد رفتن و نشان پا در اونجا دیده میشه. راه روان داشتن، پیش روان بودن در اون راه، پیشوایان بودن. راه اینه، جدا از جماعت بخوای بری، راه نارفته بود، تردد نشده، احتمال اینکه نصیب گرگان بشوی بسیار است. لذا ای رفیق با جماعت همراه شد. این سخن پایانی مولاناست. امروز تا دنباله کلام او رو در نوبت آتی بگیریم. بسیار ممنون و سلام علیکم. با سپاس از آقای دکتر. دوستان در نوبت قرار دارم. خانم مهناز بفرمایید. با سلام خدمت شما آقای دکتر و تشکر فراوان. من سوالم مربوط به قسمت سوال و جواب جلسه پیش هستش که یکی از دوستان سوال کرده بودن که به نظر میاد که پیامبر هرچه پیامبرتر شده بودن انگار اختیارشون کمتر شده بود و جبر برشون سیلا پیدا کرده بود و شما پاسخ دادین که دقیقا برعکسه، یعنی اختیارشون به درجات بالاتری میرسی و برای همین هم پیامبر خیلی مواظب بودن و خدا یه جوری هدایتشون میکرد که به اشتباه نرن. من به نظرم رسید که احتمالاً به خاطر این سوال به ذهن اون دوست گرامی رسیده بود که در خود قرآن داریم که مثلا میگه که وقتی تیر انداختی این تو نبودی که تیر انداختی، یا این که وقتی که شما در جاهای دیگه فرمودین که وقتی دعا میکنه یک ولی حق، یک اولیای حق دعا میکنن، هم دعا از خداوند، انگار خداوند داره دعا میکنه و استجابت هم از طرف خداوند. وقتی به این شکل نگاه کنیم بهش، به نظر میاد که اختیار پیامبران به تدریج که بیشتر از خدا پر شده بودن انگار کمتر شده بود. بعد یه دوست دیگه هم سوال کردن، گفتن که به نظر میاد تناقض در صحبت‌های مولانا. به نظر منم یکی دو جا این مثلا یه جا برام خیلی واضح بود، این که از یه ور مولانا میگه که بعضی از اولیا به درجاتی میرسن که اصلا دعا میکنن، از اون ور چند جلسه قبل خودش راجب شفاعت کردن پیامبر که همین دنیا میتونسته شفیع باشه و هم حتی پس از مرگ میتونه شفیع باشه، که بعد شما فهمودید که همین شفاعت رو باید معنای دعا کردن دونست. این تناقضات این هم به نظر من رسید، خواستم اگر که لطف کنین اینا روشن‌ترش بکنین ممنون میشم. بله، عرض می شود که ببینید این همون بحث است که ما بین قیومیت خداوند و جبر باید فرق بگذاریم. اینکه خداوند این هر چی در این عالم رخ میده به اراده خداوند است. حالا چه کاری که پیامبران میکنن، چه کاری که بنده شما میکنیم و چه بادی که میوزد، بارانی که میبارد، این رو به حساب جبر نبر گذاشت. این همون قائم بودن همه موجودات به خداوند است. حتی اون تیری که نه تنها تیری که پیامبر افکند، پیامبر نیفکند و خدا افکند، شما هم تیر بیفکنید، شما نیفکند، خدا افکند است. گفت گر بپرانیم، به قول سعدی، گر بپرانیم تیر، آن میز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. ببخشید، این شعر مولانا است. بعد وقت خودش میگه این نجب، این معنی جباری است. ذکر جباری برای زاری هست. خود مولانا هم فرق میذاره بین جبر و جباری. جباری یعنی همون ولایت مطلقه الهی و اون که همه چیز به اراده او اوست و او مقدم و قیوم بر همه چیز هست. جبر یعنی اینکه شما رو برخلاف ارادتون وادار کنن که کاری بکنید، یا به تعبیر بهتر
شخصیت شما رو بشکنند، به طوری که یک شخص دیگری به جای شما بنشیند و کاری بکند منتها به نام شما. این معنای جبره. به این معنا ما خدا رو جبار نمیدونیم. خب در این صورت اصلا مسئولیت وجود نداره. و اتفاقا شخص وقتی که به درجات بالاتر روحی میرسه، همطور که گفتم، مختارتر میشه، چون به خدا نزدیکتر میشه و مختار بودن صفت خداوند است. لذا آدمی با پرتر شدن از خدا پر اختیارتر هم میشه و هرچه که ظرفیت کمتری داشته باشه، خالیتر باشه، کمتر پر باشه، از این اختیار هم کم بهره تر است. نه تنها این تناقضی نداره، بلکه اتفاقا اینا درست به موازات هم حرکت میکنند. یعنی وقتی شما پرتر میشید از خدا، پرتر از اختیار هم میشید و این اختیار در شما افزونتر میشه. اون که شما پرتر از خدا شدید، فعلتون فعل الهیست، اون در واقع حکم عامه، اون همه به یک معنا فعلشون فعل خداوند است و خدا میکنه. به طوری که وقتی شما در قرآن میبینید، میگه ما باران رو میبارانیم، ما افراد رو میمیرانیم، ما افراد رو زنده میکنیم، ما در رحم طفل رو صورتبندی میکنیم و چنین چنان که خود میدانید در قرآن فراوان است. یا ما شما رو در جنگ پیروز کردیم، یا ما دعایتون مستجاب. همه کارها رو به یه معنای واقعی که مقتضای توحیدن هست خداوند انجام میده. اما در مورد دومی که بحث شفاعت و دعا، ببینید اون نمیگه که پیامبران دعا نمی کنن. یه احوال خاصی وجود داره که در اون حالت وقتی که شخص یه نوع اتحادی بین خودش و خدا احساس میکنه، دیگه دعا نمیکنه. ولی این احوال معلوم نیست احوال همیشگی باشه. البته ممکنه در بعضی ها یک حالت طولانی باشه، در بعضی ها کوتاه‌تر باشه. ولی پیامبران نیومده بودن که این حالت رو تعلیم بدن یا ایجاد بکنن. ممکنه این حالت برای بعضا ایجاد بشه. نه، اتفاقا پیامبران خودشون دعا میکردن، دعا کردن رو هم تعلیم خلق میدادن، برای اینکه عموم خلق متوسطان هست، بسانیستند که به حالت بی خودی برسن. چون مولانا میگه اون دعای بی خودان خود دیگر هست، اون دعا زو نیست، گفته داور است، اون دعا حق میکند چون اون فناست، اون دعا و استجابت از خداست. اون مال حالت بی خودیه. در بی خودی ولی شخص دعا نمی کنه، یعنی چنان یگانگی احساس میکنه بین خودش و خداوند، اصلا دوتایی نیست که بگه تو برای من این کار رو بکن، درست مثل اینکه یک کس هستن. ولی این حالت بی خودی اولا توصیه نشده، ولی اگر برای کسی حاصل شد نعم المطلوب، ساریان به فرضم حاصل بشود، این همیشگی و همگانی نیست. در نوادری رخ میدهد که حکم خودشون و خودشون میدونن، اما به منزله یک توصیه یا یک آموزش عام، دعا مخ عبادت است. یعنی اصلا مغز عبادت عبارت است از اینکه آدمی دائما با خداوند در نیایش و در گفتگو باشد. حالا البته این نیایش هم باز میتونه سطوح عالی و دانی داشته باشه، یعنی خیلی نیایش و ستایش عاشقانه باشه، تا طلبکارانه باشه، یعنی از خدا بخواد این کارو برام بکنه، مریضم شفا پیدا بکنه، چنین چنان، همه اینها هست دیگه، بر حسب رتبه عقلانی که آدمیان و دعاگویان دارن. سلام آقای دکتر. سلام. خیلی خیلی ممنون، خسته نباشید. متشکرم. من سوالم در مورد قفلت بود آقای دکتر، که مولانا میگه که از قفلت توبه کنید. منظورش توبه دینی که نیستش، چون قفلت حتما گناه محسوب نمیشه، البته ممکنه منجر به گناه بشه، ولی حتما یه کار گناه‌آلود نیست. حالا خواستم از شما خواهش کنم توضیح بدین. همطور شما در مورد مایندفولنس صحبت کردین که خب کار بسیار نیکوییه، منظورتون مثلا تمرکز و محاسبه و مراقبه هست از این کارا که توی راه‌های صوفیه درس میدن؟ سپاسگزارم. بله بله، من مایندفولنس همینه، همین مراقبه است به اصطلاح گذشتگان، یعنی نظارت عالیه بر روی خود داشتن، بر روی کارهای خود داشتن، همینایی که امروز هم شیوه های خوبی
براش پیدا شده و تعلیم میدن. اما اون ببینید مولانا نگفت از قفلت توبه کنید. اولا که توبه قرارش اینجا البته توبه از گناه نیست. به فرضاً منظور باشه یعنی راهتون رو عوض کنید. ولی توبه از قفلت که به طور تمام اصلا ممکن نیست. چون که تمام زندگی ما قفلت است. قفلت اندر قفلت است. و این قفلت مذموم نیست. قفلت ممدوح است. اما قفلتی رو میتوان و قفلت دیگه بدل کرد. قفلتی رو میتوان فرو نهاد و یک قفلتی رو که از جنس و نوع دیگر است برگرفت. مشغول علم بودن هم قفلت است. مشغول خورد و خوراک بودن هم قفلت است. در بازار بیزنس کردن هم قفلت است. مشغول تبابت بودن هم قفلت است. هر جا که شما گرم یک بازی میشید. ولی این بازی هر چی میخواد باشه. بازی تجاری باشه، بازی علمی باشه و یا بازی های خرد و حقیر و یا خدا نکرده بازی های که حرام خوری است و فسق و فجور است و امثال این. اینا همش قفلته. از حیث این که قفلته اینا یکسانن. ولی خب حکم اخلاقشون البته متفاوته. و از پرده قفلت نمیتوان. مدامی که ما در این حیاتیم بیرون بریم. همون شعر خیام که اسرار ازل را نتودانی و نمن یک قبط ما اما نتخونی و نمن هست از پس پرده گفته بود من و تو چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه ما پشت این پرده ایم. یعنی پشت پرده قفلتی. این پشت پرده قفلت یعنی خیلی اولا گرم بازی هستیم، ثانیا پیامد امور رو عموما نمیبینیم، یعنی نمیدونیم که به کجا منتهی میشه و باطن امور رو هم نمیبینیم، یعنی امور ظاهری دارند و باطنی. ما در خیلی از موارد اسیر و مفتون قشریم و مغز رو در نمییابیم و نمیبینیم. این قفلت ها همه ادامه داره و ناگزیر است. ایتون باشه در داستان موسی و شبان مولانا در اونجا گفت که شبان نهیب ببخشید موسی نهیب زد به شبان و البته خب این نهیب به سود شبان بود و خود شبان هم گفت که تازیانه پرزدی اسپنده گشت گنبدی کرد و به گردون در گذشت محرم ناسوت ما لاهوت باد آفرین بر دست بر بازوت. اینها درست، یعنی جناب شبان را از یک قفلت بیرون آورد که عبارت بود از اوصاف جسمانی برای خداوند برشمردن. بعد مولانا خودش بعد به این داستان اضافه میکنه، میگه ولی معنای این حرف این نیست که موسی از قفلت رها بود. موسی هم اسیر یک قفلت دیگری هان و هان گر کفر گویی بر سپاس همچو نافرجام اون چوپان شناس. تو هم اگر موسی صفتی پیشه میکنی کافیست که یه موسی پیدا بشه تا به تو بگه تو هم شبان. میبینید اینا خیلی مهمه، یعنی حتی وقتی که شما به مقام موسوی هم میرسید موساتری از شما هست و همچنین بالاتر. لذا هیچ رهایی از این امر نیست. ما همیشه در زیر پردهی و آواری از این افرادها قرار داریم. پس مذموم نیست رزومن. بله از قفلتهای مذموم باید توبه کرد. یعنی اون قفلتهایی که اخلاقاً ناسوابن، ولی قفلت هایی که عین زندگی هن نه، مگر اینکه آدم نوع زندگی و نحوه زندگی و سطح زندگیش رو عوض بکنه. وقت در اونجا البته توبه کردن دیگه معنای توبه اخلاقی از گناه نداره، بلکه به معنای از نردبان بالاتر رفتن است. پله قبلی رو زیر پا نهادن و به پله بالا پا نهادن. یه سوال داشتم از خدمتتون که چقدر باید واسه خود و دیگران باید وقت گذاشت؟ ازم بزرگتون یه مثال راحت و دم دستی خدمتون عرض کنم. مثلا ما یه ماشینی داریم، حالا در یه حدی، حالا خیلی معمولی، حالا که تو ایران مثلا یه ماشین، یه پرایدی داره، یه نفر میخواد تبدیل به پژو کنه ولی میبینه همسایش دوستش اصلا ماشین نداره. آیا باید به این فکر باشه که واسه اون همسایش، یعنی به اون کمک کنه که اونم صاحب یه ماشین بشه، یا اینکه بیاد خودشو به سطح بالاتر ببره؟ این سطح بالاتر خودتون میدونید که تو مدرنیته که الان توی جهان جا افتاده که هیچ نهایتی نداره. میگن بهترشو بگیریم، بهترشو بگیریم. من منظورم اون نیست، اون واقعا مذموم هست.
اما اینی که از یک سطحش از کجا بدیم که تا چه حد باید پیشروی کرد، تا چه حد باید واسه خودت، واسه زندگی باید وقت گذاشت و چقدر واسه دیگران. همینطور خود کشور ما ایران که الان خیلی و خیلی، حالا شاید دور و نزدیک شما اطلاع دارین که چقدر مردم تحت فشارن، نیازهای اولیه‌شون رو حتی ندارن. وقتی آدم اطرافش رو می‌بینه از همون داشته‌های خودش هم یعنی واقعاً نمیتونه لذت ببره، نمیدونه. یعنی من خودم به شخصه همیشه توی این دوراهی‌ها هر روز قرار می‌گیرم که می‌بینم مثلا خودم خونه دارم، دوستم نداره، همسایه‌ام نداره، قموخیشم نداره، ماشین همچنین، چیزهای دیگه همچنین. این زندگی رو هم واسه ما سخت می‌کنه، همون چیزی که به عهده خودم می‌بینم رو متوجه نمیشم که باید توی این مسیر چیکار کنم، چه کاری درسته، بزرگان چیکار کردن. حتی کسی مثل مولوی مگه تو اون دوران خودش کسایی نبودن مثلا خب وقت میذاشه واسه جلساتش، حالا این از عهده‌اش برمیومد این کارا رو انجام میداده، اما آیا تو اون زمانم مطمئنا خب خیلی کسایی بودن که نیاز به کمک داشتن. الان خیلی حالا شاید پیشرفت با اینکه بیشتر شده باشه، اما این مشکلات کمتر نشده متاسفانه، مخصوصا تو کشور ما آدم به عینه میبینه و سر دوراهی قرار میگیره. دوست دارم تو این زمینه یک راهنمایی بفرمایید که کدوم راه درست است. خیلی ممنون. حالا اولا من خیلی تقدیر میکنم از این که چنین درد شناسی و احساس همدردی در شما هست و کاش در همگان باشه. یعنی آدم وقتی که خودش غرق لذت یا نعمت داره از کسانی که فاقد نعمتند و محروم از لذتند هم یاد بکنه و اونها رو فراموش نکنه و اصلا به یاد بیاره که پاره ای از اون چیزایی که خدا به آدم داده مال خودش نیست، مال دیگرانه، به او دادن تا به دیگران برسانند. اونطور این نحوه رساندن به دیگران، کمک کردن، اینا هم البته جای بحث داره که چگونه باشه، گداپروری نباشه، تنبل پروری نباشه، شیوه های صحیح باشه، اینا محل البته بررسی است و هر کسی باید خودش عاقلانه و کارشناسانه اونها رو بررسی بکنه. اما ببینید من مفهوم دارم یکی از فضیلت های مقفول و فراموش شده روزگار ما قناعت است و قناعت این ساده است، یعنی به اندازه کفاف از طبیعت برگرفتن. کفاف هم یعنی اون که آدم لازم داره بدون اینکه نیازهای مصنوعی و کاذب بیافرینه برای خودش یا دیگران برای او بیافرینن. اون نیازهای اولیه‌ای که آدمی داره از لحاظ مسکن، از لحاظ غذا، از لحاظ آموزش و پرورش و غیره و غیره، اینها رو در حد لزوم بدون افراط و تفریط تأمین کنه. بیش از اون البته به یک معنا میشه گفت سهم دیگران است و مخصوصا وقتی که این درد و این شفقت در آدمی میجوشد که چگونه من میتونم لقمه لذیذی بخورم در حالی که دیگران ندارن و نمیتوانن. لقمه لذیذ که جای خودشه، حتی ضروریات اولیه رو هم ندارن. به همین سبب خب بله، این وجدان انسانی و این انصاف که به او فشار میاره و او رو بیدار میکنه و حساس میکنه باید جواب بده بهش و جواب دادنش هم همینه. اولا ساده زیست، این زندگی لاکشری ممنوع، این دیگه در روزگار مدرن از هر وقت دیگری این حرف مهمتر است و مقبول تر است. یعنی اینقدر ما دلیل داریم براش که دیگه حاجت نیست اون دلیل بیاری. این کاملا پیداست که نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی جدید واقعا ما رو وادار میکنه که فزونتر از احتیاجات خودمون بخریم، مصرف کنیم که بسی کمتر از اونها هم، با بسی کمتر از اونها هم زندگی ما به خوبی میگذره و این رو بالاخره حالا به نحوی به دست دیگران برسونه. من منظورم این نیستش که مثلا شما اگر یه بیزنس موفقی دارید تعطیل کنید، نه، این بیزنس موفق اگر بتونید نان برسانید به یه عده‌ای، شغل براشون ایجاد کنید، رفاه حداقلی زندگی اینها تامین شود، من مطلوب بسیار عالی است. ولذا من با سخنان شما کاملا موافقم، همدردی می کنم. شیوه انسانی و وجدانی در روزگار حاضر این است، شیوه مسلمانی و اخلاقی همین است و وقتی که با یه دو چرخه حاجت آدم برمیاد دیگه پراید لازم نیست، وقتی با پراید هست پیشو لازم نیست و هاکذا و هاکذا. اینا البته مثاله دیگه، هر کسی مصداقش رو
در زندگی خودش میتواند پیدا بکنه. سختن هست عمل کردن به اونها، اما وقتی که وجدان کسی بیداره دیگه فکر میکنم آسان میتواند به اینها عمل بکنه. و دلیل خیلی مقنع و مقبول هم در روزگار حاضر دارم. بسیاری از این کادوها که شخص افراد برای هم دیگه میبرن همه زائد است. این یکی میبره خونهشون، بعد فردا برای یکی دیگه میبرن، برای یکی دیگه میبره. اصلا عادتهای خیلی مذمومی که دیگه از بس رواج پیدا کرده ما مذموم بودنش دیگه درک نمی کنیم. این وقت هم فکر نمی کنم وقتی کادوی برای کسی میبرن مثلا میگن یه چیزی باشه که مایحتاج باشه، به درد کسی بخوره. همین اوجودهای زائد خب این سیستم مصرف تحمیل میکنه و بسی چیزهای دیگه. بعد اینها رو به خودی میشه مهار کرد. قناعت رو میشه پرینسیپل و اصل اولیه زندگی قرار داد و وجدان خود رو هم آسوده کرد و در رزاقیت خود الهی و سهیم بود. یعنی او که رزاق است، آدمی هم بخشی از این رزاقیت رو میتواند عملی کنه. هر کس از هر چی که داره، حالا شما ممکنه از نظر مالی خیلی پر درآمد باشید، کسی چیز دیگری داره، کسی چیز دیگری داره، زکاتشو باید بده بالاخره، بلکه فراتر از او، یعنی نه فقط به عدل بلکه به احسان رفتار بکنه. چنین باشه خب جامعه اخلاقی تر میشه، اما به شیوه های صحیح، نه اینکه موجب بشه که یه عده‌ای به اصطلاح چشمشون به دست دیگران باشن، گیره خوار باشن و این امر موجب عدم فعالیت اونها بشه. سوالی داشتم در مورد توبه. فرمودید، گفتید که بدی ها رو به نیکی تبدیل میکنه و بعد شخص میگه کاش بیشتر بدی کرده بودم، ولی من دوست داشتم بدونم این سندیتش کجاست. چون من مثلا آیه که توی قرآن یادم میاد اینه که میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، میگه حسنات میبرن، انگار محو میکنن، ولی هیچ وقت نمیگه ریپلیس میکنن. و این دوست داشتم بدونم که منبع شما کجاست. خیلی ممنون. بله، یه آیه دیگه در قرآن داریم که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این در مورد همین تائبان و اینها خداوند سیئاتشون رو تبدیل به حسنات میکنن. سیئات نه اینکه پاک میشن. حالا در یه جا بله اون آیه میگوید که ان الحسنات یذهبن السیئات، ولی جای دیگه میگه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، سیئاتشون تبدیل میشن به حسنه. یعنی هر چی سیئه بیشتر بوده حسنه بیشتر میشن. اون آیه مستند این سخن بنده. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من راجع به چند بیتی که امروز شما شرح کردید سوالی دارم. البته ابتدای جلسه من نبودم، نمیدونم ممکنه صحبت کرده باشید. اینجا مولانا از زبان این مرغ و به تبعیت از حضرت رسول نهی ترحب میکنن که از ترحب نهی کردستان رسول، بدعتی چون در گرفتی ای فضول. و پایین تر جایی میگن که چون همار استان که نانشمیت است، صحبت او عین روحانیت است. تقریبا شبیه حرف هایی که در جای دیگه ای از مثنوی مثلا در دفتر دوم مولانا میارن که خلوت از اغیار باید، نی زیار پوستین بهر دیامت نی بهار، و نهی میکنن مردم رو از هم نشینی با یار جسمانی و اونها رو هدایت میکنن به سمت اینکه شما با یار روحانی نشست و برخاست کنید. آیا این خودش یه نوعی از رهبانیت نیست؟ چون این یار روحانی احتمالاً چندان فراوانیاب نیست و ممکنه کمیاب باشه و به این ترتیب انگار جماعت صوفیه که چنین توصیه‌ای میکنن در نهایت یک سری رفت آمدها و نشست و برخاستهای محدود رو توصیه میکنن. چون در جاهای دیگه از آثارشون ما داریم که مردم رو عموماً اهل دنیا میدونن و اهل هدایت خیلی هاشون رو نمیدونن. آیا چنین چیزی هست؟ یعنی مولانا هم چنین رفت و آمدها و نشست و برخاستهای محدودی رو توصیه میکنه به مخاطبین و مستمعین خودش؟ نه، ببینید در اینجا و در هر جای دیگه، ولی حالا خصوصا در این داستان که داریم میکنیم، در واقع مولانا داره دلایل دو طرف رو بیان میکنه. این دلیل یک طرف است که میگه چون همار است که نام چون میگه صحبت او این روحانیت است،
این داره دلایل اون جناب صیاد رو، اون صیاد ریاکار رو بیان میکنه که میخواد بگه که اصلا در اجتماع بودن چه فایده، برای اینکه بسیاری از این مردم نان امنیتشونه، یعنی تنها آرزوشون پر کردن شکمشونه. اینا که انسان نیستن، اینا حمارن. تو به من میگی برو با اینا هم نشینی و مصاحبت و مجالست کن، این عین روحانیته. برای اینکه وقتی گفتن روحانیت نداشته باش و راهب نباش، یعنی برو با آدمیان و نیکان هم نشینی کن. اینا که نیکان نیستن، اینا حمارن، اینا آدم هم نیستن. نزا هم نشینی با اونا هم روحانیته. ببینید اینجا مولانا یک جدالی رو، یک دیالوگی رو راه انداخته، داره دلائل طرفین رو میگه. خب خودش هم البته اینجا ابداعات و اختراعاتی داره. خب اون از اون طرف میگوید که جماعت داریم، جمعه داریم، نیکی رساندن به خلق داریم، تحمل جفای خلق داریم. اینا هیچ کدوم بدون ورود در جامعه ممکن نیست. این طرف یعنی صیاد میگوید که نه، تو به من میگی برو توی جامعه. اولا که توی جامعه نیکان نیستن، بدانن، کسانی هستن که حالا به قول او حمارن. با اینا هم روحانیت شد که دوباره بعد اون وقتش دوباره مرغ جواب رو میگه نه، اصلا جهاد برای همین تشریع شده است که ما با بدان بجنگیم. میبینید که این سخنان میرود و میآید و در مقابل اینی که شما الان گفتید یک طرف این مناظر است، طرف دیگرش هم هست. مولانا نه توصیه خاصی به روحانیت نداره، در حقیقت داره دلایل دو طرف رو اینجا بیان میکنه که حالا دیگه خود شما مناسبت و حسب موقعیتی که قرار دارید یکی از این دو طرف رو برگیرید. دلایل هر دو طرف هست. دارید بخشید من دوباره دست بلند کردم، یه سوال کوتاه داشتم راجع به همین روحانیت که شما اول جلسه فرمودین که روحانیت اختراع پیروان مسیح بوده و بعدن هم به انحراف کشیده شده. آیا ملامتیگری هم به همین شکله؟ چون نمیدونم سورسی در قرآن داره که توصیه به ملامتی گری باشه، اون هم میشادم که نه. نه اصلا اون که خیلی خلاف دیگه رسالت و دعوت انبیاست. نه خیر، ملامتی گری در قرآن که اصلا، در روایات هم که اصلا، در حدی که بنده اطلاع دارم، و اون از جنس روحانیت هم نیست. اتفاقا اینهایی که در جامعه میخواستن زندگی کنن و میخواستن که از تعریف و تحسین خلق بگریزن، اینا نمیرفتن که روحانیت پیشه کنن. ما میگفتن ما تو جامعه میخوایم باشیم، اما ضمناً از آفاتش هم میخوایم برحذر باشیم. برترین آفاتش هم این که بیان تعریف ما رو بکنن و ما هم برای خوش آمد این و اون فلان کار رو بکنیم یا فلان حرف رو بزنیم یا نزنیم. اینها میخوایم اصلا بساط این خوشامدگویی و خوشامدپسندی رو در نوردیم. خب راهش اینه که ما خودمون رو در چشم دیگران فاسق جلوه بدیم، گناهکار جلوه بدیم، تا نه تنها ما رو تحسین نکنن بلکه ما رو ملامت کنن، ما رو سرزنش کنن، ما رو تخفیف کنن، تحقیر کنن، فاسق بدانن، فاجر بدانن، اصلا دوروبر ما رو خالی کنن، از ما اجتناب کنن، ما رو در صدر مجلس ننشانن. اینجوری قهر نفس می شود، یعنی نفس ما فروکوفته می شود و ما به همون ریاضتی که یه دی در خلوت می خواد نائل بشن، ما در صحنه اجتماع نائل می شیم. همین که مردم به ما پشت بکنن، این بهترین ریاضت است، بهترین شکنجه است که ما با این کار می توانیم خودمون رو راحت کنیم. یعنی خیلی کارا رو نکنیم یا بکنیم بدون اینکه باکی داشته باشیم از تحسین و تقبیح زید و عمه. اون اتفاقا راهی بود برای در جامعه زیستن اما از آفات جامعه برحذر بودن و در امان بودن. اون دیگران نمیخواستن در جامعه زندگی کنن، میرفتن جدا میشدن از جامعه باز برای حذر کردن از آفات جامعه. اینا از قضا دو تا راه بود در مقابل یک دیگر. واقعش این است که جز پیشوایان، یعنی کسانی که آمدن که یک مکتبی رو تعلیم بدهند و قصد و گسترش بدهند، در مراحل سلوک روحی و معنوی یه دوز، یه اندکی از ملامتیگری شرط است. یعنی خوبه که شخص
عمدن کارایی بکنه که نمیگم دیگران او رو سرزنش کنن، اما اونچنان که باید و شاید هم بر چشم خلق ننشینن و از این طریق میتونه سالم تر بمونه. بله متشکرم. مولانا قدری ملامتگری داشته، شمس تبریزی هم داشته و سخنان اینها آشکار است. سلام و درود دارم خدمت شما. ممنونم از فرمایشاتتون. عرضم به خدمتتون که در مورد آیه‌ای که این بار هم مجدداً چون شما اشاره فرمودید من خدمتتون عرض کنم، در مورد آیه‌ای که میگه که شما ایمان نیاوردید بلکه تسلیم شدید، در جای دیگه قرآن ما داریم که میگه کسانی بودن که به دلیل کفرانی که به قرآن داشتن و نپذیرفتن اعمالشون حبط شد و به اصطلاح دچار زیان شدن. اینجا به گونه ای انگار که اون سعادت انسان رو بیشتر وابسته یه ابجکتیو میدونه، به جای اینکه مثلا ما میگیم خب در واقع سعادت انسانی یک امر سابجکتیو هست، چنان که شما هم قبلا فرموده بودید تو بحث ایمان و عمل و اینها. میخواستم ببینم که در واقع موضع قرآن نسبت به این چی هست؟ آیا شرط سعادت در واقع همون ایمان و خلوص و پاکی درونی است یا نه؟ در واقع موضعی که ما نسبت به در واقع دنیای بیرونمون میگیریم به طریق اون آبجکت هایی که بیرون از ما وجود دارن و عمل ما میتونه موثرتر باشه، اینو میخواستم ببینم که آیا تضادی از این جهت وجود داره یا خیر. ممنونم از شما، لطف کردین، وقتتون بخیر. حالتون بر من قدر این مبهمه، شاید برای شنوندگان دیگر هم مبهم باشه، نمیدونم. ببینید شرط سعادت یا رستگاری عمل صالح و ایمان، این که در قرآن هست دیگه، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. عمل صالح به ایمان صورت میگیره، شرط رستگاری آدمیان است. رستگاری هم مراتب و درجات داره، ایمان هم مراتب و درجات داره، عمل صالح هم انواع و درجات داره، اینا همشون زو مراتبن. خب عمل یه وقتی که فقط عمل، یه وقتی که از یک نهاد پاک برمیخیزه، اینا باز با هم دیگه فرق میکنن. حتی همون عمل صالحی که نیت خیر داره ولی ممکنه به فاعل او دوزمن آراستگی به فضائل اخلاقی نداشته باشه، همون عمل صالح هم مقبوله و به اندازه خودش در سعادت آدمی و رستگاری او دخیله و تأثیر گذاره. من نمیدونم شما سوالتون دقیقا متوجه چیست، ولی اما شخص اگر خودش رو کاملا طاهر کرده باشه و سلامت نفسانی داشته باشه، البته موجب نجات بهتر، ترقی روحی بیشتر هست. و اما مراتب مادون اینها هم میتواند آدمی رو به سعادت و نجات برسانه. من این رو البته قبلا گفته بودم، در قرآن بیش از اینکه به ملکات نفسانی توجه برود به عمل توجه رفته است. دائما گفته می شود که کار نیک بکنید، کار نیک بکنید. فعل در قرآن خیلی بیشتر به کار می رود. ما هیچ جا توی قرآن نداریم کسانی که بخیلن در آتش افکنده می شود، کسانی که حسودن در آتش افکنده می شود، عذاب می شود به خاطر اینکه یک نفس بخیل دارن یا حسود دارن. اگر حسد بورزند، حالا این حسدشون هم مثلا ایزایی باشه، آسیبی برسونه یا چیزایی از این قبیل، اونگاه هست اینها مورد مؤاخذه قرار میگیرن، مورد عقوبت احیانا قرار میگیرن. و این نکته خیلی مهم نیست، یعنی دست کم در مرحله از مراحل شخص میتونه به عمل خودش اقلا تکیه بکنه، یعنی بگه که ولو این که من تا کنون موفق نبودم که این صفحه ضمیر رو از همه ناپاکی‌ها و آلودگی‌ها بزدایم، اما همین که خودم رو حاضر کردم که در مواردی کار درست بکنم، کار نیک بکنم، همون میتواند موجب دستگیری من بشه. ولی خب این کمترین مرتبه است. ما در قرآن میگیم که چی میگیم؟ آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا ربنا عذاب النار. یک درجه از رستگاری خلاص از عذاب ناره، از عذاب آتشه، ولی این اولینشه. بعدش رسیدن به حسنه است، یعنی به مرتبه بالاتری است.
اونا دیگه بر حسب این است که شخص چه مکتسباتی در طول حیات داشته باشه. آقای دکتر یک سوال خیلی ممنونم. چیز هم مطرح کردن دوستان در تکست، میخواین ارتباط با من پس آیا پیامبر گرامی اسلام بیش از حد معمول شمشیر تکیه نکرده است؟ عطف به آیه 119 سوره بقره، ایشان فقط نذیر و بشیر است و مسئول سعادت مردم نیست. آیا ایشان در عمل از حدودی هم که خود در قرآن آورده است فراتر نرفتند؟ ببینید، من اولا توصیه میکنم یک کتابی هست که یک نویسنده یا استاد آمریکایی نوشته به نام خوان کول، محمد پروفیت آف پیس، که این کتاب فارسی هم ترجمه شده، محمد پیام‌آور صلح. بعد این رو بخونن ببینن که پیامبر چقدر به شمشیر تکیه کرده و چقدر نکرده و به قول این نویسنده آیا فراتر از حدود خود رفته یا نرفته. ببینید، جنگ های پیغمبر خب انواع و اقسام بود و اونجاهایی که خب به ایشون فشار میمد و در مقابلش میامدند و میستادند و میخواستند ریشه این طفل نوزاد رو بکنند، من اولم گفتم بهشون مقاومت میکرد و نرمش هم نشون نمیداد و نیامده بود که او رو به بازی بگیرند یا دینش رو به بازی بگیرند یا به کمترین بهانه خلاصه اسلام رو در نبردند و از میان بردارند. من شخص مقاومی بود و مقاومت میکرد و جواب میداد و میزد و میخورد. اینا همش هست و تاریخ زندگی ایشون هم خیلی خوب این رو نشون میده. من نمیدونم از حدود خود فراتر رفتن یعنی چی. این در مقابل دشمنان بود و در مقابل متجاوزان. اما من عرض کردم ایشون قبل از اینکه متجاوزی در کار باشه و دشمنانی در کار باشن، یک استراتژی عام داشت. اون استراتژی عامش این بود که من اومدم یک نظمی رو مستقر کنم و تحمل نمی کنم کسانی رو که این نظم رو بخوان برهم بزنن. نمی کشمشون، ولی بهشون میگم که شما تسلیم این قدرت بشید و با ما باشید و توطئه نکنید و تخلف و خیانت هم نکنید. خیلی راحت این رو میگفت. نبی سیف معناش این بود، یعنی در غیر این صورت من دست به شمشیر بخوام، نه اینکه از همون اول شما رو میزنم میکشم تا مسلمان بشید یا مؤمن بشید. اصلا نه مسلمانی و نه مؤمن شدن، اینا هیچ کدومش حتی در سایه زور صورت پذیر نیست. من اگر به زور ایمان بیارم که این ایمان نیست، به زور مسلمان بشم که این اسلام نیست. خود پیامبر اینو بهتر از ما میدونست، ولی او میگفتش که تحت قدرت من باید شما گود سیتیزن، باید بشینید و قوانین این کشور را رعایت کنید. من بیش از این از شما ها نمیخوام. وقتی که اینطوری شدید، وقتی که خونتون مالتون همه چیزتون مسئول و محفوظ خواهد بود. این یک استراتژی کلی بود که نبی به سیف بودن پیامبر معناش این بود و این رو همیشون اجرا کرد. و همین که میگن پیامبر گفت نصف تو بر رو، یعنی خداوند رو در دل دشمنان من افکند و من بر اثر این رو منصور شدم، یعنی پیروز شدم، مظفر شدم. معناش همین بود، یعنی همین کارهای پیغمبر رو تو دل دیگران میافتن، یعنی احساس میکردن یه مرد مقتدری به میدان اومده و با او شوخی نمیتونن بکنن و مجبورن که بالاخره یه جوری باش کنار بیان. و خود پیغمبرم راه رو معین کرده بود که کاری به کار ما نداشته باشه، اجازه بدید ما پیشروی کنیم، ما هم کاری به کار شما نداریم. یه چنین چیزی بود. و هر کسی، هر رهبری که هر پیشوایی که میاد و میخواد یه نظم تازه رو مستقر کنه، هیچ راهی غیر از این نداره، چون او خودش خالق قانونه، خودش خالق نظمه، خودش خالق شریعته، حتی میتونم بگم خودش خالق اخلاقه. اصلا یه دنیای تازه میخواد بیافرینه و نمیتونه تابع نظم و اخلاق و قانون پیشینیان باشه یا همه اونها رو بتونه تبعیت بکنه. اینجا اصلا یه عالم دیگری است. مفهوم دقیق رهبر یا پیشوا اینه که باید مشرع باشه، قانون گذار باشه. معنیش این نیست که قانون مراعات عدالت نمی‌کنه، ولی نه لزوما عدالتی که حالا پیشینیان داشتن را توی قوانین خودشون مرعی می‌داشتن یا نمی‌داشتن. این خیلی مسئله پیچیده است، ولی
لب لبابش اینه و من این رو در رفتار پیامبر اسلام دیدم و گفتارش هم هست. قرآن هم بیش از این نمیگوید و خب آیات خیلی مهمی که در سوره ممتحنه هست که واقعا آیات مدنی است به نمال یه اواخر دعوت پیلاین حاکم الله آن الازین هرمی قاتلو کن فدین و لم یخرجو کن من دیار بکن من تبروه و تقصدو الیهم ان الله یحب المقصدین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم من تبروهم و تقصدو الیهم. خداوند شما رو نهی نمی کند که نیکی کنید و روابط نیکو داشته باشید، روابط عادلانه و منصفانه داشته باشید با کسانی که با شما جنگ دینی ندارند، بر سر دین با شما نمی جنگند و شما از دیارتون و خانوادتون و خانمانتون بیرون نکردند. هیچ اشکالی نداره که روابط صلح‌آمیز با ما داشته باشید. انما تنها و فقط خداوند شما رو نهی میکند از روابط دوستانه داشتن با کسانی که بر سر دین با شما جنگ دارند و شما رو از خاندانتون خانوادتون بیرون کردند. این آیه سوره بقره دو تا آیه است که متعینه خیلی روشن است که ما لزوماً اینطور نیست که به همه بخوایم مسلمان بشن به معنای اینکه احکام اسلامی رو عمل کنن، یعنی تو ایمان هم باشه. نه، همین که نجنگند با شما، سر اخراج ما رو نداشته باشن، شما رو بی خانمان نکنن کافیست. اینا در واقع همون مسلمین به اون معنای خاصن که من گفتم که در برابر قدرت سر تسلیم فرود آوردن و راضی شده اند که شهروندان خوب و تسلیم و تابعی باشند. خدا نگهدار. خدا حافظ.